بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان همیشگی برنامه روشنا، سلام های ما را پذیرا باشین که تقدیم میکنیم بر نگاه های پر از مهر و محبت همه شما عزیزان، شما خانواده های عزیز و فامیل های محترم. از خدای بزرگ سعادتمندی، جانجوری و سلامتی همه شما عزیزان را خواهان هستم. امیدوار هستم که با توکل بر خدای بزرگ و مهربان همیشه و همیشه بتانیم موفق باشیم، سربلند باشیم و پیروز باشیم. برنامه روشنا هست که تقدیم شما عزیزان میشه و از شما میخوایم که تا آخرین لحظات مثل همیشه ما را همراهی کنیم. خانم حسنات عزیز امروز کارشناس برنامه ما هستند. سلام علیکم میکنیم خدمتشون و خوش آمدید میگیم. سلام خانم حسنات و خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر المعین. منم سلام و ادای احترام و تحیه دارم به حضور شما و همکاران محترم شما در استودیو و همه بینندگان عزیز، به خصوص هموطنان ما که برنامه را تماشا میکنن. و تبریک و تهنیت عرض میکنم هفته وحدت را بین جمع از وطنان ما که انشالله این مسائل پایبند باشن و همیشه وحدت و ایجاد اون اتفاق و اتحاد در بین کشور به وجود بیارن. و همچنان انشالله تبریک میگم و مبارکی عرض میکنم به همه مسلمین جهان فرا رسیدن میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام را. بله بسیار عالی. بله ما در هفته وحدت هستیم، از 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول هفته وحدت هست و در آستانه ولادت با سعادت پیامبر مهربانی ها هستیم. ما هم تبریک میگیم خدمت همه شما عزیزان. و اما اگر یاد شما عزیزان باشه که ما در برنامه اول ما که با موضوع مشکلات روحی و اخلاقی نوجوانان و راهکارهای قرآنی با شما عزیزان همراه بودیم، به حال یک فاصله افتاد از قسمت اول از او و موضوع اول از او که با شما عزیزان بودیم، یک چند هفته فاصله افتاد و امروز با قسمت دوم و موضوع دوم از این موضوع با شما عزیزان همراه هستیم. بخاطر از اینکه شاید بسیاری از شما عزیزان فراموش کرده باشین که ما در موضوع اول چه صحبت و گفتگویی کردیم، برای همو از خانم حسنات عزیز میخوایم که یک خلاصه و مقدمه با شما عزیزان داشته باشن. موضوع ما مشکلات روحی و اخلاقی نوجوانان و راهکارهای قرآنی هست. خب به هر حال همه ما و شما میفهمیم که دوران نوجوانی یک دوران بسیار مهم و بحرانی هست و باید خصوصیات جسمی و خلقی نوجوانان خودمون را بشناسیم. مشکلات نوجوانان را باید بشناسیم و بفهمیم که چه راههایی را انتخاب کنیم تا اینکه بتانیم در این بحره حساس نوجوانی در گذر او همراهی و همگامی داشته باشیم با نوجوانان ما. خب خانم حسنات، یک مقدمه از برنامه اول شما بیان کنین که یک فاصله افتاد بینشان و بعد از او انشالله که ادامه صحبت ها. بسیار خوب. ما باید یادآور شویم این که انسان با اون ویژگی هایی که داره از سایر موجودات متمایزه، یعنی تدبر دارد، عقلانیت دارد و احساس دارد نسبت به اون عقل و کمالی که دارد که چگونه برای زندگی و مشکلات خود راه‌های پیدا بکنه که ادامه مسیر بده. خب در طول زندگی انسان‌ها همه با یک سری مشکلات مواجه هستند، مخصوصا در دوره نوجوانی. در دوره نوجوانی با مشکلاتی که بیشتر روبرو هستند، از خوردن و آشامیدن بگیرن، از لباس و از پوشش و از معاشرت و از انتخاب تحصیل و رشته های تحصیلی و اما این مورد که حتی انتخاب دوست و دوستیابی، اینا مگه بر خود جوان یک نوع مشکل خلق میکنه که یعنی چجوری انتخاب بکنه که به اون مطلوب و هدف اصلی برسن. بله. ما اگر والدین متوجه بشن که وقت فرزندانشان به جوانی میرسن، در ایام نوجوانی یک سری استدلال های منطقی را باید بر جوانان خود به مثل نصیحت و وصیت مطرح بکنن. درست. یعنی به عنوان ذکر من پدر و مادرم و غمخور و راگشای زندگی اولادم هستم، راه ها را باید نشان بدن قبل از اینکه اولاد یا اون جوان، اون دختر و پسر برای والدین مطرح بکنه مشکلات خود. تجربه که والدین دارن باید مشکلات اولاد خود را کشف بکنن و برای زو یک راگشایی و یک مسیر انتخاب بکنن. ما میگیم که خب
فرزندم، تو که جوان شدی، دخترم، پسرم، مثلا مشکلاتی که در زندگی داری خو حتما مطرح میکنه که بله ما فلان چیز دل ما میخوای بخوریم بر ما میسر نیست، فلان چیزی که میخوایم بپوشیم بر ما میسر نیست، یا میسر از کدام راهش بهتره که ما بله انتخاب بله بکنیم. یک حدیث برای بچه های خود میگیم، مثل داستانوار که اونا را قانع بسازیم. میگیم وقتی که پیامبر عظیم و شان اسلام، رهبر و رهنمای دین اسلام، درست از دنیا می رفت، برای ما مسلمانان، حتی برای همه بشریت، دو چیز اینا گذاشتن که خودشان گفتن، بله. من از میان شما میرم و دو چیز گرانبها را به یادگار میگذارم، یکی قرآن و دیگر اطرتم. بله. اگر با این دو شما متمسک شوید و کمک بخواهید، هیچ وقت گمراه نخواهید شد. بله، بله. پس به بچه ها ما تفهیم میکنم که ما در هر مسیر زندگی آیات و روایات داریم که از طریق قرآن کریم و گفتار ائمه معصومین علیهم السلام برای ما ابلاغ شده، برای بله. ما گفته شده، برای ما ارسال شده. درسته. میتونیم که با اینا مراجعه بکنیم، فرموده خود رسول اکرم که ما گفتن قرآن کتاب هدایت است و اهل بیت باید در مسیر ما را گشا باشه که هست، بله. از دی کمک بخوایم. یعنی اکثریت برنامه های یک انسان در بین قرآن کریم مطرح شده و ریزو یک مسیر انتخاب شده که باید به مورا و روش ما باید عمل بله. بکنیم. درسته. خب اینا میگن که در قرآن کریم مثلا گفتن که شما باید خوب باشید، درست. رای درست انتخاب بکنید، رای نادرست انتخاب نکنید. بچه های من، مادر مثلا میتونه ابلاغ کنه برای اولادای خود که اگر میخوایم رای خوب انتخاب بکنیم، بین از قرآن کمک بگیریم که چی کارهای انجام باید بدیم، چی کارهای انجام ندیم. یعنی تمام احکام زندگی ما در اون مشخص شدن، اخلاق و رفتار و منش ما در بله. قرآن کریم مطرح شده، رفتارهای دینی، اخلاقی، بله. فردی، اجتماعی، خانوادگی، بله. یعنی کامل و دقیق، بله. حتی مسیر زی که چگونه مسائل اقتصادی و مشکلاتش رفع بکنم، چگونه مسائل معاشرتی خود، همه چیزهایی برای ما ابلاغ شده و دنبال زو تفاصیلی که از گفتار ائمه معصومین علیهم السلام با ما شده، با ما دستور داده شده، باید رفتار کنیم. یعنی اگر ما رفتار بکنیم با این دستورات قرآنی، هیچ وقت گمراه نمیشیم. مثلا اگر ما عمل بکنیم با دستور قرآن، میگه ای که اگر ما خوب عمل داشته باشیم، درست عمل بکنیم، از قرآن برداشتای خوب داشته باشیم، میگه که گناه انجام نمیدیم. وقتی که گناه انجام ندادیم، به یک سری از فضیلت های ما دست پیدا میکنیم، درست، تو پیشگیری از عذاب الهی میشه. میگن تقوا و پرهیزگاری عامل اولش یکی پیشگیری میکنه از عذاب الهی. امیر مومنان علی علیه السلام می فرمایند که خب وقتی که در یک جامعه گناه زیاد میشه و انسان ها مرتکب اون گناه میشن، قهر الهی نازل میشه که همه انسان ها چه خوب چی بده با اون نتایج گناهشان گرفتار بکنن. اما در یک جامعه اگر یک جوان تقوای الهی داشته باشه و استغفار بکنه، به سوی مسجد برای نماز بره، بله. و یک کودکی در یک جامعه به سوی تعلیم و تربیت اسلامی و دینی و آموختن قرآن کریم در او جامعه میگه اگر پا بگذاره و رهسپار باشه، میگن عذاب الهی تبدیل به رحمت الهی میشه. چقدر عالی. قهر خدا تبدیل به رحمتش رحمت میشه، خدا میشه و گناه بخشیده میشه، دوباره جامعه هر به اصطلاح اون رحمت و محبت و محبت مبدل خداوند میگیره. بله. یعنی قدر جوان اهمیت داره در پیشگاه خداوند، جوانان، عبادت جوانان، بله. که جوانان به سمت رای خوب انتخاب خدا میکنن، باشن، خدا به صف جماعت باشن. قرار میگیرن، به سمت مسجد گام برمیدارن. مثلا در بین مسافرت ها براننده میگن ما پایان میشیم، خب کجا میرین؟ وقت نماز فرا رسیده، میخوایم نماز بخونیم. یعنی صف از نماز و این صفوف از نماز بسته میشه به شرکت کنندگان جوان ما. آه. یعنی چقدر حسر داره که حتی ملائک هم به اینا درود میفرسته و خوش ملائک میه، خداوند خیلی هم این لحظه رو دوست داره که جوانان به طرفش روی نیاز باز میکنن، دست نیاز بلند میکنن و خداوند عبادت میکنن.
و نیز آموختن قرآن کریم کودکان که والدین باعث میشن بله بچه هایشان برن قرآن یاد بگیرن، یعنی قرآنی بشن، تا این راهکارهایی که در زندگی برایشان مشکلات رخ میده بله بلد بشن، متوجه باشن که ما یک این جامعه دفترچه مورد راهنمایی رحمت داریم. قرار میگیره. بله، یعنی این توجیهاتی که باید بکنه والدین هست، چون در ایام نوجوانی، در ایام جوانی بیشتر در به اصطلاح دوراهی قرار میگیرن، دختر و پسر که چی را انتخاب بکنن، به کدام سمت برن، حتی دوستشان را نمیشناسن، مثلا همسایهشان را نمیشناسن. لذا میگه ما باید یک کار داشته باشیم که درست باشه، انتخاب بکنیم. قرآن کریم برای جوانان ما برنامه داره که میگن اگر انشالله قرآنی عمل بکنن هیچ وقت اینا به دچار مشکل نمیشن و مشکلاتشان حل میشن. و حالا که میبینیم خانم سنات در این جامعه امروزی که بله. چقدر رنگ و رنگ مشکلات زیاده است، مشکلات زیاده و جوانان من را که انتخاب کردن انتخاب میکنن، ما واقعا حالا که فکر میکنیم که حیف است ما یک کتابچه راهنما، یک مشاور بسیار خوب در دست در اختیار داریم، ولی اکثر جوانا، اکثر خانواده ها میبینیم که در مشکلات هستند. بله بله. خب چقدر خوب است که مراجعه به قرآن داشته باشند. حالا خب شاید سوال برشان پیش به خانم حسنات که ما مراجعه به قرآن میکنیم ولی بله. متوجه نمیشیم، چون به هر حال قرآن سنگین است و تفاسیر بسیار اساسی بله. و مهم داره، درست؟ بله. چه توصیه میکنین که جوانان ما مثلا، حالا خب صرف فقط خواندن قرآن که نیست، نیست بله. باید تفاصیل او رو بفهمند، تفاصیلش بفهمند، معنی از او رو باید بفهمند که مراجعه کنند، مسیر خوب براشان انتخاب بکنند. این مشکلات که جوانان بهش روبرو هستند از دیگر مشکلات خیلی مهم و مهمتر مسئله تقوا و پرهیزگاری هست، مسئله پاکدامنی است. یعنی در این سن وقت جوان میخوای خود بروز بده، وقتی که به این غریزه هایی که مثلا ناآشنا میشن یا غریزه هایشان رشد پیدا میکنه، بازم اینا یک مقداری در لغزش هستن بح. که میگن هم باید خود جوان بدانه و هم والدین و اطرافیانش و مربیانه که در مکتب و مدرسه هستن، بله اینا همه باید توصیه داشته باشن. که رای درست و پاک دامنی یک جوان رای قرآنی است. بله. با کدام سوره های از قرآن باید مراجعه بشه؟ به سوره نور، به سوره احزاب، به سوره مثلا نساء، همه این سوره هایی که ما میبینیم اثریتش از پاک دامنی همه یک صحبت و حرف داره. بله، راجع به اینکه پوشش ما چگونه باشه، پوشاک ما چگونه باشه و بالاخره یک جوان چگونه باید. خانم حسنات اجازه بدید ما یک میان برنامه اعلان کنیم، یک بک دیر شد، من گفتم گپای شما را قطع نکنم. خب عزیزان بیننده، میان برنامه تقدیم شما و همچنان با برنامه روشنا همراه باشین. یا صاحب الزمان شود آیا که شبی بر دل من یار شوی، یار این خسته غم دیده بیمار شوی. سینه غم زده ام بهر تو سوزد همه شب، دل من آب شده کی تو پدیدار شدی. با کلافی بنشستم سر بازار رخت، کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی. همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق، کی به پیراهن خود نور شب تار شدی. هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، شود آیا که مرا هم تو خریدار شدی. ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، چه شود گر تو مدد کار دل زار شدی. شعله خیمه آتش زده گوید که بیا، زائر بی کفن بی سر و خونبار شدی. اللهم عجل لولیک الفرج.
عزیزان بیننده، باز هم برای شما عزیزان سپاسگزار هستیم که به هر حال ضمن از اینکه بیننده برنامه هستین، از شما عزیزان میخواهیم که با ما در ارتباط باشین. نمبر واتساپی را مثل همیشه برای شما عزیزان میگم و همکارانم هم زیرنویس تلویزیونی شما عزیزان میکنن. مثبت 964 780 255 40 13 از این طریق میتونین که پیام ارسال کنین و با ما در ارتباط باشین، و اگر سوال، انتقادات و پیشنهادات دارین میتونین از این طریق به هر حال با ما ارتباط باشین و پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان هست. و ادامه صحبت ها مشکلات روحی و اخلاقی نوجوانان و جوانان و راهکارهای قرآنی. خانم حسنا چقدر زیبا گفتن، ما یک دفترچه راهنمایی داریم که میتونیم به اون همیشه رجوع کنیم و نسبت به مسائل فردی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و نسبت به هر موضوع و هر مشکلی که هست میتونیم از این طریق خود ما را نجات بدیم و به هر حال یک راهکار از او به دست بیاریم. خانم حسنات راهکارهای قرآنی را برای شما والدین عزیز، شما نوجوانان و جوانان امروز بیان میکنن. بشنویم خانم حسنات. بسیار خوب. دیگه ای که ما تاکید داشتیم برای که جوانان خود بگیم با تقوا باشید. خب اونا میگن تقوا یعنی چی؟ یعنی باید چی کار کنیم؟ باید بگیم به ایشان یعنی چی مربی باشیم، چی مادر باشیم، چی معلم باشیم، که تقوا یک نوع قانون و اصول را به ما یاد میده که همه انسان ها ملزم هستن اون قانون و اصول باید رعایت بکنن. یعنی خودداری کردن. تقوا یعنی خودداری کردن، پرهیزگاری یعنی پرهیز میکنه چیزایی که میخوای انجام بدی چون نادرست است انجام نمیدی. درست. یعنی در یک جای میری در کادر اداری کار میکنی، رئیس اداره به شما میگه کی کار انجام ندن، این کار انجام بدن. اینجا این جوان یا این کارمند تقوا میکنه، تقوا پیشه میکنه که از کارهایی که رئیس بهش دستور داده باید خودداری کنه. بله. قرآن کریم به ما دستور داده که بله از این کارها شما خودداری کنین، پس پر ازگار میشین. مثلا چشم چرانی نکنین، مثلا اون زینت های خود آشکار نکنین، مثلا پوشاک و پوشش حجاب اسلامی را رعایت بکنین، به خاطر از اینکه جامعه آرام باشه، به خاطر از اینکه اواس و اوش و فکر دیگران پرد نشه. امی که اگه جوان خودداری کرد میگن دی جوان پر ازگاره. این جوان خودداری کرد و اصول رعایت کرد، میشه با تقوا. چنانچه در قرآن در سوره مبارکه بقره ما داریم که واتقوا الله وعلموا ان الله مع المتقین. شما تقوا پیشه کنید، حالا مرد هستید، زن هستید، جوان هستید، میان سال هستید، شما تقوای الهی داشته باشید. بله. که باشید با جمله متقین. درسته. وقتی که ما بگیم برای جوان خود توصیه بشه، به این مسلم است که انسان چون عقلانیت داره و تدبر داره. یک وقت متوجه شدن خانم دوری عزیز که وقتی به یک بچه میگیم این کار نکو که دستت میسوزه، دست نزن به این چای جوش، مثلا به این چای نک، یا مثلا به این گلاس چای، طرفش خوب نگاه میکنه. یک دفعه یا دست خودا میبره نزدیک، یک امتحان میکنه، یک امتحان میکنه. یعنی تدبر خودا به خرج میده. یک عقلانیت در مغز و در فکرش است که خوب والدین با ما که گفته دست خود به این چای یا آب جوش نزدیک نکنم، حتما نتایج هم داره، تبعات هم داره. بله. خب متوجه میشه که عقلش قبول میکنه، بله والدین به یقین میرسه، به یقین میرسه. جوانان ما همچنان میپذیرن، یعنی نوجوانان و جوانان میپذیرن از زبان مادر و پدر هر چیزی که بشنون او را در ذهن خود نادیده بکنن. ما که میگیم تقوا داشته باشید، این جوان حتما بله رعایت میکنه که خب کار من اگر این کار انجام بدم نادرسته، میترسه، یک ترس به وجودش ایجاد میشه که اگر انجام بده پدر و مادر ناراحت میشه، پدر و مادر ناراحت شد خدا ناراحت میشه. پس پدر و مادر از روی دستور خدا و قرآن به ما همچی چیز گفته، به اصطلاح نصیحت به ما گوشزد کرده که باید ما جامعه عمل بوشیم. لذا این تقوا و پاکدامنی در جوانی بسیار شرطه که اگر در جوانی رعایت بشه در طول عمر بر انسان جا میفته. بله. این فرهنگ با وجودش حتما جا میگیره که همیشه حفیف باشه، پاکدامن باشه، دست به آلودگی ها نزنه، به خوردخ، به خوراکخ، به پوشاکخ، به دیگه کارا و عمل افتارخ توجه داشته باشه. مشکلات زیاد جوانان در زندگی برشان ایجاد میشه. مشکلات عمده دیگه که برای جوانان ایجاد میشه مشکلات از یه که وقتی ما جوان شدیم باید اما چیز بر ما میسر باشه.
از لحاظ اقتصادی ما اگر از پدر و مادر بخواهیم باید بر ما میسور باشه، ما چرا سرگردان باشیم؟ یک توقع دیگه هم در وجودشان ایجاد میشه که پدر و مادر مجبور هستن بر ما پیدا کنن. درسته، بخصوص دیگه حالا که توقعات بالا رفته خیلی که با بالا کم نمیسازن، یعنی پدران و مادران در واقع کم میارن، میمانن چه کار بکنن؟ چه استدلال را مطرح بکنن که اوش و فکر جوانانه متوجه عقل و عقلانیتشان بکنن؟ میگن ما یک داستانهای بر بچه ها بگیم، ما یک مسائل و یا داستان قرآنی و یکی از انبیای الهی رو برشان مطرح بکنیم. چون جوان در جوانی که گفتیم تن پروره، استراحت طلبه، دوست داره که یک لغمه تیار و آماده به دانش داده باشه. جوان های قسمیستن؟ بله، یعنی دوست دارن که فرمشان فوقلاده باشه، لباسشان مثلا بسته و کیف مکتبشان، یعنی اینا رو ما بگیم که بله میسر می شود برای تو، ولی اگر به دلت میسر نشد باید زیاده خواه نباشی. خب خانم اصلاحات، مثلا بسیاری از جوان هستن که از دوران کودکی هم قسم پرورش پیدا کردن، یعنی مثلا همه چیز برشان مهیا بوده، همه چیز زده، مثلا بعضی از جوان ها باز قسمی نیستن، از کودکی قسم پرورش پیدا کردن که خودشان باید کار کنن، خودشان باید تلاش کنن، همین چیزایی که مورد نیازشان از خودشان تهیه کردن، اینا فرق میکنن. درست؟ خیلی. ولی به نظر من حرف شما خیلی خیلی عالیه، در یک جامعه خوب شد مطرح کردید. تقصیر اول در اصاب تربیت فرزند که گفتم خانواده، و در بین خانواده پدر و مادر دارد، در بین پدر و مادر مادر دارد، که هرچی اولاد بخواهد در ایام کودکی باید برش میسر نکنیم. بله. یک روز یک کلمه نهر هم در مقابل اولاد باید بگیم، مطرح کنیم که خوب امشب بگم امچه غذای مثلا آماده نبود تو بخوری، یه قطار باید بخوری. اگر دفتن رفتم برش از بازار تهیه کردم، از جای دیگه آوردم، ای عادت میکنم. بله. پوشاکش هم اینطوری، مثلا خرج و مصارف مدرسهش، مکتبش، از اماجاش. یک روز میگن سختی را به خانه نا و منفی را به اولادا باید نشان بدیم. بله، بله. که اگر فلان چیز برای ما میسر نبود شما باید قانع باشید، بالا پایینی زندگی را باید تجربه کنن، تجربه کنن، سختی و آسانیش را باید تجربه داشته باشن. فرزندان امام حسین علیه السلام که درود خدا بر خودشان و آبا و اجدادشان با پدرشان در سفر کربلا بودن، اینا سختی های میکشیدن و همه میگفتن که بچه ها را نبرن که با شما سختی ها را میکشن و دچار مشکل میشن، بالاخره شاید شما یک زمان با شهادت برسید، ای بچه ها با میدان میمانن یا ایتور یا فلان. ولی امام حسین علیه السلام گفتن باید بچه های ما هم سختی های زندگی را بکشن، هم سختی ها را ببینن، گرمی، سردی، ناخوراکی، ناپوشاکی، اینا را باید اولادا بکشن. وی تن پروری را واقعا اگر والدین در وجود اولاد خود و در ذهنش جای داد، اینا برشان درد سرساز میشن. بله بله. که تا وقت که اینا بزرگ میشن، حتی شاید تم پیر بشن، از شوهرخ، از امسرخ، از اولادخ توقعی داشته باشن که زندگی با تمام امکانات برایشان فراهم باشه. یک آدم های پرتوقع هستن که همیشه وابسته میباشن، پرتوقع می بزرگ میشن، مستقل نیستن اصلا. یعنی همین چیز این میخوریم این نمیخوریم، این میپوشیم این نمیپوشیم، یک انسان نیستن که ذهنیتشان برشان حکم بکنه که خوب عقلشان، تدبرشان، اخلاقشان، که یک وقت بر انسان چیزی میسر نبود اشکال نداره، یک وقت چیز مطابق دل ما نبود در سفره اشکال نداره، باید مثل دیگران تناول بکنن، بخورن، بیاشامن و صبوری اختیار بکنن و در زمین بدخلاقی هم نکنن که اگر مویستر نبود چرا مویستر نیبره. ما به این نتیجه میرسیم که تلاش و کوشش باید در وجود جوانان ما باشه. من یک چون مادر هستم مثل شما، مثل سایر بینندگان عزیز، تجربه رو درک کردم که اولاد وقتی که حتی درس میخوانه و با درسش لطمه و آسیب نرسه، نیمه وقت باید کار کنه، مخارج زندگی خود حتی هم تو جیبی خود باید در بیاره، باید خودشان تلاش کنن، تلاش بکنن. ما اتو عادت ندیم اولاده که خوب تو بزرگ شدی بخیر، دانشگاه بری، مصرف دانشگاهت باید داده بشه، خورد خوراکت داده بشن، سرویس رفت و آمدت معیا باشه که بخیر با اصل دستیدی، با ما هم چیزی بده، به خودم یک چیزی بده، به جامعه هم فایده برسان. این انتظار و این امیدها به نظر من خیلی تا که بگن تبعات منفی داره.
یعنی او وقت که بچه میخواه کار بکنه، هم وقتی میگذره که تمام از اینه های پدر و مادر مصرف کرده، از زحمات مادر و پدر این چیزی به دستش که نمیرسه هیچی. بله. بچه یا دختر صاحب زن و فرزند و شوهر خانه میشن الا که به خود برسن. یعنی نمیتونن که حتی برای پدر و مادر و جامعه خود جبران کنند، فقط یک سره به خود گرفتار و مشغولن. بله. چون قدر یعنی توقعات بالا میره، بالا میره. که دیگه هیچ خلاص شدنی نیست. هرچی که پیدا بکنن تازه کم هم میارن. بله. توقعاتشان بالا میره میگن. البته خانم اسرت به سر این قسم موضوع که هست. بله. بیشتر برای خانواده هستند که خب مثلا لایک زمین و ملک و خانه و زندگی و حالا مثلا ما میگم پولدار هستن، خانواده‌ای که کمک غریب و مستضعف هستن بیشتر اولادایشان مستقل هستن. بله. بیشتر تلاش میکنن، کوشش میکنن. خب بعد اینو رعایت کنن این موضوع را. خب ما میرم میگم دوستان اولادایشان در رفاه باشه. بله. خبر ندارن که در آینده دچار مشکلات. بله. میشن. ما میگم امین ناس پروردگی و امین تن پرورید مادران نباید به اولادایشان در وجودشان اینا رو سب بکنه که تو باز بخیر کار کردی، باید بر مردم، بر جامعه و بر پدر و مادر مفید باشی برای همه. مفید باشی. ما از خودی نرادت بدیم. خب چه کسب و کاری باید برای بچه ها در کنار درس باید یاد بدیم، آموزش بدیم؟ یکی چه کسب و کار باید یاد بدیم و بعد از میان برنامه بریم. بسیار عالی. عزیزان تشکر از همراهیتان. میان برنامه تقدیم شما عزیزان. دوباره همه از تو میگویند و میشنوم، شیرینی نام تو و شهد یادت به کام ها مینشینند. دوباره تاق ها برای نصرت تو قد علم میکنند. دوباره همه دیوارهای شهر چراغانی میشوند. اما کاش گفتن و شنودن از تو سهم همه ثانیه ها باشد و یادآوریت همه دقایق را پر کند و خدمت به تو دلیل همه حرکت ها شود. کاش سینه ها من صندوق صدقه شود و قلب من سکه نظر سلامت هست. کاش درد من همیشه با توسل به تو آرام گیرد و دست من جز به دعا برای تو به آسمان نرود. کاش انتظار تو زنگی باشد که از نافرمانیت بازمان دارد. ای دست گیر واماندگان، ای دلگرمی بی پناهان، ای مأوا، ای چراغ راه گم گشتگان، ای زینت عرش الهی، ای فخر آل طه، ای منتقم آل رسول، ای نور قلب زهرای بتول و ای آخرین از آل یاسین. برخیز و صفه دین را از زنگار کوته اندیشی جاهلان و نیرنگ دشمنان پاک کن و پایه ساز شده دین را استوار و پا بر جا ساز. یا صاحب الزمان. بله عزیزان، شما بیننده برنامه روشنا هستین با موضوع مشکلات روحی و اخلاقی نوجوانان و جوانان و راهکارهای قرآنی. در رابطه با این موضوع خانم حسنات صحبت‌های بسیار خوبی داشتن با شما والدین عزیز، خانواده‌های محترم و به خصوص شما پدر مادرهایی که بسیار بسیار دلسوز هستین و علاقه‌مندی هستین که فرزندان خوب و فرزندان شایسته تحویل جامعه بدین. پس همچنان ببینین و بشنوین و ببینیم که باز هم خانم حسنات چه صحبت و چه گفتگویی برای ما دارن. قبل از اینکه میان برنامه بریم، خانم حسنات در رابطه با این موضوع شما گفتگو را آغاز کردین و گفتین که چه کسب و کاری را والدین باید به فرزندان خودشان آموزش بدن. میخواییم بشنویم. بله. یکی گفتیم عدم جدیت در کار جوان به اصطلاح تیارخور آماده میسازه.
جوان جور بزرگ میکنه که همه چیز بدون زحمت و بدون سرمایه بزرگ، و یعنی باید سرمایه بزرگ داشته باشن که به دست بیاد. این میگه جدیت مادر و پدر باید به اولاد یاد بدم. خب حالا که ما گفتم درسم بخوانن، بچه ها دخترای ما در کنارش یک درس، یک تلاش داشته باشن بر کاری که حداقل هم هزینه‌های زندگی خود در بیارن. اول میبینیم در وجود خود بچه ها که بچی علاقه دارن. خب کار ما میبینیم وقتی که به این علاقه مندی خود به کار مثلا عکاسی دوست دارن، میخواین درس بخونن، بعدش برن به دکان عکاسی عکاسیات بگیرن. درسته. بعدش میخواین برن به پیش یک کارگاه نجاری نجاریات بگیرن. ما باید کشف کنیم که خب بچه های ما به چی علاقه دارن، به چی استعداد دارن. حتی دختر خانم های ما کار خیاطیات دارن، مثلا کار بسته‌بندیات دارن، چی کار میتونن انجام بدن، گلسازی، گلدوزی، خامک‌دوزی، سوزن‌دوزی، یاد دارن بسیاری. اینا کارهای مفیده ما که هم صنعت خود کشور انسان باقی میمانه و هم در زمین خود اون زن یا اون دختر علاقمندی به این سوزن‌دوزی و گلدوزی داره، کلن علاقهش به این است. میگه که بچه ها که تشویق کردیم با امورایی که میخواه بره کسب و کار یاد بگیره، اونا رو بگذاریم برشان راگشا باشیم که برن امونجا با اون چیزی که علاقه دارن یاد بگیرن، هم یاد میگیرن و هم میتونن که به زودترین فرصت صاحب درآمد شن. درآمدی که از خوردی برای زنا جا افتاد، ولی در کنار شیرینی و لذت درس از دهان بچه ها نباید دور کنیم. بله، یعنی از درس و تحصیل نباید غافل باشن. باید تفهیم کنن خود خانواده ها که در کنار هر برنامه زندگی باید درست. تحصیلات باشه و در کنار تحصیلات دوم برنامه که آشیه میشه کسب و کار باشه. اینا رو به شاگرد کنیم، به جای ببریم که اینا، یعنی منظور است که مثلا یک هنر رو باید یاد بگیرن، یک هنر رو، یعنی در پهلوی از اینکه مثلا میرن درس میخوانن، حالا درس چی میخواد، مقطعای ابتدایی باشه، درسته میخواد دانشگاهی باشه، فرق نمیکنه، بخوانن، ولی در پهلوی او حتما باید یک رشته هنر را آموزش ببینن. بله، آموزش که فردا روز به دردش بخوره. یعنی در کنار تحصیلش اینا میتونه که برش چیز باشه، یک مثلا مشکل گشا باشه. ولی والدین نباید به خاطر اینکه هم تحصیل داشته باشه بچه ها و هم کار باید بکنن فشار وارد کنن. این فشار باعث میشه که یا از کار دلزد بشن و یا از تحصیل، یا از دوتایش سهلنگار باشن، تنبل باشن، به خانه بشینن فقط تیار بخورن و بیاشامن و توقع داشته باشن از پدر و مادر که همه چیز براشون مهیا بکنن. اینجا قرآن کریم با ما یک الگو رو معرفی میکنه. حضرت موسی علیه السلام که نه ثروت داشتن، نه به اصطلاح آدم تیارخوری بودن، بالاخره پیامبر بودن، اینا آمدن با اون جوانمردی پر اسکاری که ما برای جوانان مطرح کردیم، با اون جدیت و تلاش، با اون کوشش، با اون پاکدامنی به پیش حضرت شعیب کار کردن بدون سرمایه، صداقت خود به کار بردن. اینا خیلی عاقل بودن، هوشیار بودن، کار کردن و در کنار حضرت شعیب هم صاحب همسر شد. بله. هم صاحب فرزند شد و دست پر و سرمایه به طرف شهر خود که مثل باشه برگشتن. لذا میگه ما الگوهای قرآنی رو باید ببینیم که پیامبران ما چگونه عمل کردن، چه کردن در زندگی. بله، اینا مثل ما ور انسان بودن و همه چیز میدانستن و میفهمیدن راه و چاره، ولی ملائکه نبودن، نفرشته بودن، انسان بودن، تعقل داشتن، تدبر داشتن، به همه اساس عقلانیت خود راه خوب انتخاب میکردن که بر ما الگو باشن. لذا ما باید مثل اونا عمل بکنیم و همیشه انشالله داستانهای پیامبران خود فراموش نکنیم. دیگر میگه اخپذیریه که جوانان باید هر عرفی که از هر طرفی میشنون، بلو از دوستشان که جوانه، ولی از همسایشان، از استاد کارشان، پدر و مادر بخصوصا. حالا مثلا 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. بسیار خوب. میگینایی که میخواین عقب پذیرن، اول به حرف پدر و مادر گوش بگیرن. درست. که ما گفتیم پدر و مادر دستور قرآنی که میگه یا مثلا حدیث از پیامبر میگه، باید اینا تعقل داشته باشن و گوش بگیرن. اگر حق پذیرش نکنن، نصیحت و وصیت پدر و مادر قبول نکنن، جوانان به انحراف میرن.
درست. احترام به والدین و اخ پذیری یعنی چی؟ هیچ وقت در مقابل پدر و مادر و استاد و مربی خود پرخاشگر نباشن. بله. حق قبول کنن. وقتی که معلم در بین کلاس یک تذکر میده یا پدر و مادر به سر سفره غذا به سر مثلا سفره چای یا حالا هر چیزی که در بین خانه تجمع ورزیدن آل خانه نشستن میگن از پدر و مادر جوانان ما باید اخشنو باشن که اگر حق پذیرش بکنن اینا دچار مشکلات نمیشن. بله. بین عراف نمیرن. چنانچه یک تعداد جوانای ما طور بین عراف میره که پدران و مادران میگن ما به این عمل رفتار بچه های خود آر و ننگ ما میاد که چرا به این را رفتن. آخر ما به اینا حق گفتیم و اینا حق و عرف حق ما را نشنیدن. بله. یعنی نشنیده گرفتن. مسلمه که هر انسانی که از میان خانواده اخشنوی را به اصطلاح از خود دور بکنه. درست. و همیشه از دک گوش پیشنه و از گوش دیگه بیرون بکنه. بله بله. در بین خانواده و در بین جامعه یک فرد مفیدی نیست. اینا افرادی هستن که هم به خود لطمه میدنن هم به خانواده و هم به جامعه. پرهیزگاری را از دست میدن، تقواره از دست میدن، پاکدامنی را از دست میدن، امنشین خوب از دست میدن، دوستیابی خوب از دست میدن. لذا کسانی هستند که حتی پدر و مادر با اونا خصم و دشمن میشن به خاطر که حق نشنیدن و عمل نکردن و در بین جامعه رفتن، به انحراف کشانده شدن، دوستان ناباب داشتن و در کنار هر کدام یک چیز یک عمل رفتار و کردار نامناسب یاد گرفتن و شدن یک فرد به اصطلاح غیر مفید برای جامعه و برای خانواده خود. توصیه اخلاقی که برای مادران میشه، ما بیشتر به مادران توصیه میکنیم، بر عزیزان خود، بر خواهران و کسانی که فرزند دارن و فرزند تربیت کردن، که همیشه ما باید از دستورات قرآنی یک چیزی که آموختیم بر بچه های خود یاد بدیم. بله. نگذاریم که بگیم بچه ها برن به مکتب یاد میگیرن یا خاله یا عمه براش میگه، چون افراد دیگر افراد دلسوز نیستن به اون صورت که پدر و مادر هستن. دقیقا. بسیار وقتا والدین کوشش میکنن میگن که اون دیگه مکتب هست دیگه. بله. اما که در مکتب ایره شامل میکنن، ثبت نام میکنن، دیگه میگن که معلم زبان مربی معلم امور یاد میگیره، تربیتش میکنن، در حالی که غافل میشن. بله. اون چیز اصلی که یاد میگیره از زبان پدر و مادر میشنوه، میگن که احترام به والدین در وجود جوانا باید یک جور بشه که مثلا طور جا بیفته که پدر و مادر وارد خانه شدن سرایشان بلند بشن. ما بادا پاهایشان مثلا دراز باشه و که تا پدر و مادر هم رکنه که با ما یه چیزی بیار بده. یعنی خودشان باید بلند شن. کاری که از دست پدر و مادر در توان یک بچه میکشه باید خودش انجام بده. یعنی اینا رو میتونم که تربیت درست و تربیت سالم اگر با وجود بچه های ما جا بگیره و عقل و زنا کوشش و تلاش بکنه که عرف حق بشنون و هیچ وقت عرف حق از گوش خود بیرون نکنن. باید تسلیم رضای خداوند و تسلیم امر پدر و مادر باشن. درست. ما یک داستان داریم از حضرت اسماعیل علیه السلام، اگر فرصت داشته باشیم یک کنیم دقیقه فرصت داریم. و زمانی تمام. که به دستور خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام در کنار کعبه میخواستن قربانی انجام بدن، آمدن که فرزند خود قربانی کنن و ذبح کنن حضرت اسماعیل را. وقتی که حضرت ابراهیم دستور خدا ده یا دستور خداوند که باید قربانی صورت بگیره، اما مشخص نبود، خب به حضرت اسماعیل فرزند جوان خود ابلاغ کرد که من امروز روز عید قربان باید از شما بگذرم و در راه خدا باید در کنار خانه خدا ذبح بشی. گفت که پدرم چون عرف شنا بودن، عرف عقص پدر و مادر قبول داشتن، احترام داشتن. بله. به پدر و مادر که آران چی که دستور داری انجام بده، پدر من را از صابران خواهی یافت. یعنی شما قربانی که میخواین در حق من انجام بدین، من را ذبح کنین، انجام بدین و هیچ وقت من زیر تیغ شما فرار نمی کنم. تا این حد این تسلیم پدر و مادر بود. بله. تا این حد مادر اطاعت محض داشتن. بله. مادر بچه جوان خود آراسته کرد برای قربانی، چشمش سیاه کرد، لباس نو پوشان، او رو به دست پدر سپرد که در کنار کعبه ذبح کنن، که آمدن که خداوند به خاطر اون محبت و موهبت که به صد بندگان خود داره و میخواست عزت ابراهیم علیه السلام که پیامبر اسلام بود امتحان بکنه، سخت امتحان اولیای خدا. بله، بله. در چیز دارن، پیش رو دارن. لذا فرزند خدا اما ترک تسلیم پدر شد، یعنی عرف شنا بودن دیگه، از دستور پدر سرپیشی نمی کردن.
آمدن به زیر تیغ قرار گرفتن که خداوند اون عاطفه و محبت امتحان کرد و بالاخره عوض عزت اسماعیل علیه السلام چیز دیگه آمد ذبح شد. لذا ما به بچه های خود توصیه میکنیم که اگر عرف شنو از پدر مادر باشن، هیچ وقت به انعراف نمیرین در هر مسائل زندگی، در خرید، در خوراک، در پوشاک، در مکتب، در انتخاب رشته و تحصیل، انشاءالله در کنار پدران و مادران عرف شنوی رو بر خدا عادت بده. صحبت و گفتگوی ما هنوز هم ادامه داره، انشاءالله در روزهای آینده همچنان بیننده باشین که ما بتونیم با شما عزیزان در رابطه با همین موضوع و ادامه این موضوع با شما عزیزان گفتگو کنیم و به هر حال این موضوعات مهم را تقدیم شما کنیم. از حضور گرم همه شما عزیزانی که همیشه همراهی داشتن برنامه روشنا را جهان سپاس، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتان. صلوات الله سلام الله، صلوات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.